همشو به همراه میبردیم با پلنگ جویبا. حالا تیمش ببینیم چه خواهد کرد تا این لحظه که سه پیروزی کسب کرده. داور وسط آقای علی پورکریم، داور تهرانی آقای علی پورکریم این مبارزه را قضاوت میکنند. نتیجه کشتی 0-0 تا این لحظه. این ماگومد رسول گازی ماکمادوف کشتگیری که در مسابقات لاس وگاس در 2015 حسن یزدانی ما در فینال شکست. حسن یزدانی ما دوم شد، این کشتگیر اول شد، در اونجا مدال طلا گرفت، قهرمان اروپا شد. بعد از اون دیگه حسن یزدانی سال بعدش قهرمان المپیک شد. این کشتگیر حتی از روسی انتخاب هم نشد. اینجوری در مقابل فرهاد نوری کشتی میگیره. فرهاد نوری رو تیم دانشگاه آزاد مازندران با دو بنده آبی مشاهده میفرمایید. بعد ماگومد رسول گازی ماگومدوف رو با دو بنده قرمز رو بازم مشاهده میفرمایید. عرضی اقدام میکنه اما با دستان پرتوان ماگومد برخورد میکنه. اصلا اونجا میره به پشت حریف خودش. یا لحظه دیدی اومد رو کنه با اقربک رو به پر زد. تو پیچای کشتی این روزا خوب کشتی میگیرن. میره برای بارانداز کنه. فقط مقاومت. یه جوره همه جا کشتی میگیرن. میره برای بارانداز. یه لحظه با یه بدلکاری او رو اسیر میکنه و خاک میکنه و یه امتیاز هم حالا میگیره. نوری، فرهاد نوری دو امتیاز داده. نظرشون رو پول بوده. اگه خاک کنه خاک بوده یکی، اما اگر رو پول نگه داره به خاطر اینکه رو پول نگه داشت دابرا دو امتیاز داره. دو برابر امتیاز آخر رو فرهاد نوری گرفته برنده هست. تا این لحظه برنده هست. ببینید چشو خواهد کرد مقابل قهرمان جهان در سال 2015 در لاس وگاس امریکا. تا این لحظه کشتیگیر جوان کشورمون فرهاد نوری دو برابر برنده هست. ببینیم که چه خواهند کرد. فرا دوستان گردن تکرار کن بسن. دوستان گردن تکرار کن. دست شاخ رو دستان هم دیگه کار میکنن. جات عوض کن. جات عوض کن. اشاره برای فرا جات عوض کن. فرمون خودش مهیا کنه به دنبال فرا جات عوض کن. جات عوض کن. دستا همون شد. اگر تیم سنای مازندران بیاد بالا با زوبا آمور کشتی بگیره، باشه با عرفان الهی امروز کشتی بگیره. کشتی عرفان الهی هم با این کشتی قهرمان جوان جهان شده بسیار تماشایی و جذاب خواهد بود اگر بیاد بالا، چون هنوز تا این لحظه 3 پیروزی کسب کرده. با 6 پیروزی است کسب کنه. اگر 5-5 برابر بشن میتونه مثبتش بیشتر بشه. باسم ماگومدوف رسیم ماگومدوف تا این لحظه دستاش کار میکنه تا اینکه بتونه شرایط برای زیگیری خودش مهیا کنه که وقتی سیستونی استراد فرا میرسه و میلان از مربیان خودش. آقای رضا یزدانی در یک طرف، آقای بهنام طیبی در طرف دیگه و مربیانشون که این حرکت های سر با هم ببینیم. اینجا ببینیم به چه شکل یه عقربک به پول زد و پارویون چیزی درگیر میکنه. همه جای کشتی میگه. سنای مازندران به جز رضا یزدانی که سرمربی است، آقای هادی حبیبی، آقای محمود اسماعیلی، هاشم حبیبی، مسعود نصیری، سعید نیستانی، مشتبه ابراهیمی و فردین قنبری هستند و سرپرست آقای فردین قنبری هستند. و در نهایت اسم مدیر عامل شما نداشتیم، وگرنه میگفتیم حتی مدیر عامل دانشگاه آزاد که بهنام طبیعی سرمربی، فرشید صالحی، علی عارف علیزاده و امیر عباس انبری مربیان هستند و مصطفی حسین زاده هم سرپرست تیم دانشگاه آزاد، تیمی که همه ساله در لیگ شرکت کرده. اینجا هم دو تا تیمش اومده تو 4 تا، فرنگیش اومد تو 4 تا و اینجا برای مچ پا اقدام میکنه. یه ریگ از مچ پا و خیلی راحت خاک میکنه. حالا میره برای فیدیل پیچ. این روسا فیدیل بارانزار خیلی خوب وقت قفل میکنن دیگه میگیرن 7-8-10 تا امتیاز رو. این 2 تا، این 3 تا و 6 امتیاز گرفت و
ده بر دو میشه، ده بر دو شگرد دارن. پیچیر بارانداز رو قفل کنن دیگه میچرخونن، مثل فرفره میچرخونن از رو و روی زانوش فشار میاد و پزشکان بلافاصله میان تا اینکه او رو مداوا کنن. سه پیروزی تا این لحظه توسط عباس کاجی ماگومدوف، رحمان عموزاد و فرزاد عموزاد برای تیم صنایع مازندران تسهیل 3-0 تیم دانشگاه آزاد مازندران پیش هستند. در کشتی قبل هم که تیم زوب آمور کشتی گرفت با تیم داروسازی سند عرز 8-2 شکست دادن، اما کشتی خیلی نزدیک بود و اونایی که دیدن واقعا دیدن چقدر کشتی ها جذاب و دیدنی. آمد قیاسی در عین ناباوری، مرتضی قیاسی اومد زاگیر شاخیوف رو که در یک ماه قبل در اسطو قهرمان جهان شده بود و شکست داد، آنره 6-4 و محمد نخودی ما 8-7 باخت به ماگومدوف، قدی ماگومدوف که دوم المپیک شده بود به ساجلو پاک. و نخودی ما هم در اسطو فقط به جردن بروز باخته بود. میره برای زیرگیری، یک لحظه زیرگیری، میره تا این خاک کن عریف خودشو، هنوز خاک نکرد، اینجا پای عریف خودشو خارج بکنم، یک امتیاز هم میگیره. آفرین به نوری، تحت تاثیر نام عریف قرار نگرفته. نوری کوچیکی، فرادی نوری کوچیکی جوانه و به نام طیبی مربی زحمت کشی دانشگاه آزاد از کنار تو شک مضطرب و نگران کوچیکی خودشو زیر نظر داره. اعضای کمیته فنی آقای محسن کابو، آقای پژمان درستکار، آقای احسان امینی نکات لازم میگه اینجا موفق بشه خاک کنه. بدون مراقبت یه بار انداز چقدر راحت بار انداز و زد و کار تمام میکنه و امتیاز عالی، موفق بشه شکست بده. بیجهت نبوده قهرمان جهان شده این کشتیگیری. پیروزی دیگه 4-0 کشتیش با عرفان الهی امروز قشنگ خواهد شد. با عرفان الهی اگر به فینال برسن، که داریم کم کم پیش بینی میکنیم که برسن، چون 4 تا پیروزی کسب کردن. یک تو کشتی اول دوم